tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lire un texte dans lequel quatre personnes racontent leur expérience professionnelle. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز یک متن رو می‌خوایم با هم بخونیم که در اون چهار نفر در مورد اولین تجربه کاری خودشون و در واقع دوره کارآموزیشون صحبت میکنن. بریم با هم درس رو ببینیم. مدابو ابونه بوویت ایسی ا کلیک سور لی کونکلوشت پور نو دیرنیر ویدئو اونی وا. خب طبق روال معمولمون اول من براتون متن رو یک بار از ابتدا تا انتها میخونم و بعد میریم مجددن متن رو کم کم بخش به بخش میخونیم و ببینیم که معنی کلمه ها چی است و چه ساختارهایی به کار رفته. استاج ان انترپریز اون اکسپریانس انکونتورنابل و واریابل پرسک توت لی فورماسیون امپوز د استاج می ایل سون سوون دیفیسیل ا دکروشه. Ils permettent de faire le lien entre la théorie et la pratique et de justifier une expérience professionnelle lors de la recherche d'un premier emploi. Une expérience indispensable. Guillaume, 19 ans, en bac pro. Guillaume, 19 ans, en bac pro, commerce stagiaire dans une boutique de vêtements. Il a travaillé pendant 3 mois et juge très positivement son expérience. Pour lui, apprendre la vente et la gestion directement sur le terrain permet de comprendre l'intérêt et la richesse de ce métier. Je regardais la télé toute la journée. Charlotte, 22 ans, stagiaire dans une boîte de production audiovisuelle. L'IUT, où elle suit des études, imposait un stage de 3 mois à tous les étudiants qu'ils devaient trouver eux-mêmes. Grâce à une relation de son père, Charlotte a obtenu ce stage facilement. C'est une question de chance. Armel, 20 ans, a travaillé dans une agence de création. À 20 ans, elle a réussi brillamment le concours d'entrée dans une école de mode parisienne. À la recherche de son stage, de seconde année, elle a trouvé une offre. Agence de création cherche stagiaire pour élaboration d'une collection et a déposé son CV. Mais quelle déception pendant son stage. J'ai compris la signification du mot travail. Mathieu, 21 ans, un stage à la RATP, étudiant en première année dans une école d'ingénieur. Mathieu juge différemment le monde de travail, le monde du travail après un mois de stage. Il envisage la suite de ses études avec optimisme, curieux de découvrir d'autres secteurs d'activité avec les prochains stages qui seront de plus en plus longs les deux prochaines années. Stage en entreprise. خب اما اولین کلمه که داریم کلمه چی هست؟ استاج هست. استاج به دوره کارآموزی میگن و خیلی از رشته ها دوره های کارآموزی رو دارن که حتما دانشجو باید بگذرونن. Une expérience incontournable. Incontournable, ça veut dire inévitable. Inévitable, incontournable.
به معنی اجتناب ناپذیر، یعنی یک تجربه اجتناب ناپذیر، به طور اجباری همه بعد این کارآموزی رو بگذرونن. واریابل سوادیر دو تیپ دیفرانت، متفاوت و متغیر هست این دوره های کارآموزی. پرسک توت ل فورماسیون امپوز دستاج، پرسک تو، پا توت ل فورماسیون، م پرسک توت، اپروکسیماتیومان، پرسک یعنی تقریبا، تقریبا تمام فورماسیون، فورماسیون سوادیر ل کور ادوکاتیف، یعنی دوره های آموزشی رو بهشون میگن فورماسیون. تقریبا تمام دوره های آموزشی امپوز دستاج، دوره های کارآموزی رو لازم میدونن، تحمیل میکنن به دانشجو. مه ایلسون سووان دیفیسیل ادکروشه، ایلسون سووان دیفیسیل، دیفیسیل سه لو کنتریر دومو فاسیل، دیفیسیل به معنی دشوار هست. میگه ولی اغلب به دست آوردن اونها دشوار هست. دک خوشه سوادیغ، دک خوشه انستاج، سوادیغ اپتونیغ انستاج، دک خوشه اپتونیغ، گرفتن، به دست آوردن، یعنی به دست آوردن و گرفتن این دورهای کارآموزی خیلی دشوار و سخت هست. ایل پرمت دو فر لولیان لغولاسیون، لولیان سوادیغ لغولاسیون انتر لا تئوری و لا پراتیک، این دوره های کارآموزی اجازه میدن که بین تئوری، لا تئوری بین در واقع نظریه، الا پراتیک و کار عملی ارتباط ایجاد کنیم. لو لیان او لا رولاسیون، ارتباط ایجاد کردن، فر لو لیان. ای دو جوستیفیه دون اکسپریانس پروفسیونل لور دو لا رشرش دن پرومیه امپلوا، و در واقع توجیه کنیم، جوستیفیکن توجیه کن، توجیه کنیم تجربه حرفه‌ایمون رو در زمان اینکه در جستجوی اولین شغلمون هستیم. شما هر جا دنبال کار برید به شما میگن آیا تجربه کاری در این زمینه دارید یا نه، و اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل بشید و بعد برید بگید هیچ تجربه‌ای ندارم، خیلی خیلی سخت‌تر از همیشه و معمول کارگیرتون میاد. پس اگر این استاج رو گذرنده باشید، در واقع این به شما فرصتی میده که شما بگید بله این تجربه رو دارم، در این دوره تجربهش رو پیدا کردم. خب حالا ببینیم نفر اول چه تجربه‌ای داره. اون اکسپریانس اندیسپانسابل، اندیسپانسابل، اندیسپانسابل سوادیر نسسر دون اون نو پو پا سو پاسه، کلکو شوز کون نو پو پا ایویته. اندیسپانسابل یعنی ضروری، مثل یه جورایی مثل اینویتابل، اجتناب ناپذیره، یعنی تجربه ضروری، امپختان، تخیز امپختان. گیوم دیز نوان ان بک پرو، گیوم سه لو گارسون ایسی ایلا دیز نوان ان بک پرو، کس که سوا دیر بک پرو، ایلی ان استریکس سور لو مون. بک پرو همونطور که میبینید یه ستاره بالاش هست و در پاورقی متن یا درس نوشته براتون. بک پرو سوا دیر بکالوریا پروفسیونل، یعنی لیسانس حرفه‌ای که به طور مخفف بهش میگن بک پرو. بک پرو کومرس در دوره در واقع رشته بازرگانی داره لیسانس حرفه‌ای میگیره. استاجیر دانز اون بوتیک دو وتمون، استاجیر ست اون پرسون کی ان تران دو پاسه ان استاج، کسی که داره دوره کارآموزی میگذرونه رو بهش میگن چی؟ استاجیر. خب کارآموزی در یک فروشگاه لباس، مغازه لباس فروشی، بوتیک دو وتمون. Il a travaillé pendant 3 mois et juge très positivement son expérience. خب il a travaillé pendant 3 mois. مدت 3 ماه کار کرده، اون پس کمپوزیسی، et juge très positivement و قضاوت میکنه، در واقع توصیف میکنه، نقد میکنه این دوره رو. خیلی به طور خیلی مثبتی این تجربهش رو داره توضیح میده و نقد میکنه. Pour lui apprendre la vente et la gestion directement sur le terrain permet de comprendre l'intérêt et la richesse de ce métier. خب apprendre la vente. Vente c'est le nom du mot du verbe vendre. خب la vente اسم هست از فعل vendre به معنی فروختن، la vente یعنی فروش. Et la gestion، gestion به معنی مدیریت هست.
میگه که برای او یادگیری apprendre la vente et la gestion، یادگیری فروش و مدیریت directement sur le terrain. Sur le terrain ça veut dire en milieu professionnel dans une boutique par exemple. Sur le terrain یعنی به طور عملی در محل کارش رو داره یاد میگیره. میگه که برای او یادگیری فروش و مدیریت به طور مستقیم در محل dans le milieu permet de comprendre l'intérêt، بهش اجازه میده که متوجه بشه، comprendre بفهمه، l'intérêt et la richesse de ce métier، علاقه و غنای یعنی پر بودن این کارهای مختلف رو به لحاظ حالا معنوی، به لحاظ درک اون شغل منظورش هست. و متیر سوادیر تراوای بولو اتسترا لا پروفسیون. لا دوزیم پرسون ال دی جو رگارد لا تله توت لا جورنه. خب میگه من همه یه روز تلویزیون میدیدم. حالا دوره کارآموزیش اینطور بوده که بعد این کارا انجام میداده. شارلوت وندوزان، elle s'appelle Charlotte, elle a 22 ans, stagiaire dans une boîte de production audiovisuelle. La boîte, ça veut dire entreprise. اینجا la boîte، دقت کنید کلمه boîte معنی های مختلفی داره. اینجا وقتی داره میگه که stagiaire dans une boîte، معنیش هست stagiaire dans une entreprise، یعنی در یک شرکتی کارآموز بوده. حالا چه شرکتی؟ de production audiovisuelle، تولیدات یا محصولات سمعی بصری. پس برای همین همه روز تلویزیون میدیده. لی اوته. خب این ایوته مخفف چی است؟ باز هم توی پاورقی داریمش. انستیتو اونیورسیتر دو تکنولوژی. خب پس این هم مخفف مؤسسه دانشگاهی تکنولوژی هست. و باز در پاورقی زده واق پش کرانست، که در درس‌های آینده من براتون توضیح میدم. ما در یک صفحه در مورد سطوح مختلف تحصیلی و آموزشی در فرانسه داریم که این رو هم بد نیست بدونید و اطلاعی داشته باشید در مورد دوره‌های مختلف مثل بک پرو یا اینجا ای او ته. خب ای او ته او ال سوی دز اتود امپوزه ان استاج دو 3 موا ا تول از اتودیان. خب میگه در اون دانشگاه، مؤسسه دانشگاهی تکنولوژی که اون دنبال میکنه درس‌ها رو، دز اتود امپوزان استاج، تحصیلات یک دوره کارآموزی 3 ماهه، انستاج دو 3 موا، یک دوره کارآموزی 3 ماهه رو برای تمام دانشجویان ارائه میکنه یا اجبار میکنه. کیل دووه تروه اومم، که باید خودشون پیدا کنن اون کارآموزی و محل کارشون رو. یعنی دانشگاه میگه باید بگذرونید ولی بهشون ارائه نمیده، میگه باید اینو بگذرونید خودتون برید دنبال کار و یه جای کار پیدا کنید. grâce à une relation de son père. خب دقت کنید عبارت grâce à یعنی به لطف. به لطف یک رابطه، یه ارتباطی که پدرش داشته حالا با جایی با شرکتی، Charlotte a obtenu ce stage facilement. شارلوت این دوره رو، این کارآموزی رو به راحتی به دست آورد. facilement یعنی به راحتی. c'est un adverbe. و در بخش قبلی اون قسمتی که مربوط به گیوم بود ما کلمه پوزیتیو مان رو داشتیم، یعنی به طور مثبت، باز هم یک ادورب داشتیم اینجا. لا ترویزیم پرسون سِت اون کوستیون دو شانس، این یک مسئله مربوط به شانس هست، فرصت هست. ارمل ونتان a travaillé dans une agence de création. خب ارمل 20 ساله در یک مؤسسه، در واقع یک آژانس خلاق شروع به کار کرده، دوره رو گذرانده یا کار کرده. avant elle a réussi brillamment le concours d'entrée dans une école de mode parisienne. خب در سن 20 سالگی elle a réussi brillamment سوادیر اوک سوکسه، این هم باز یک ادورب هست، یعنی به طور درخشان، با درخشانی منظورش اینه که با نمره های خوب. ما
موفق شده. Elle a réussi le concours d'entrée. کنکور یا آزمون ورودی dans une école de mode parisien. در یک مدرسه مد پاریس رو تونسته با موفقیت پشت سر بذاره و قبول شه. À la recherche de son stage de seconde année. در جستجوی دوره کارآموزی سال دومش de seconde année. Elle a trouvé une offre. خب یک پیشنهادی رو پیدا کرد، بهش پیشنهادی شد یا یک آفر رو در واقع به انگلیسی اگر بخوایم بگیم، همون یک پیشنهاد رو یافت حالا توی اون جستجوهاش تو روزنامه، مجلات یا جای دیگه. اژانس دو کریاسیون شرش استاجیر پور الابوراسیون دون کلکسیون، یعنی یک آژانس خلاق، مؤسسه خلاق که مربوط به مد هم بوده حتما، شرش استاجیر به دنبال یک کارآموزه pour élaboration d'une collection. Élaboration ça veut dire pour faire une collection. برای ساخت یک مجموعه به یک کارآموز نیاز داره. Et a déposé, elle a déposé son CV. CV همون رزومه ای هست که همه جا باید ارائه بدید که توش تحصیلاتتون، مشخصاتتون، تجربیات کاریتون و همه چیز رو باید بگید. حتما ما یک جلسه در مورد نوشتن CV هم خواهیم داشت. Mais quelle déception pendant son stage. ولی چه در واقع ناامیدی در طول دوره کارآموزیش، یعنی احتمالاً حالا کارش خوب نبوده یا دوره خیلی سختی بوده، حالا déception بوده براش. Et la dernière personne. J'ai compris la signification du mot travail. La signification ça veut dire le sens, la définition. یعنی من معنای مفهوم کلمه کار رو فهمیدم. ماتیو ونت آنو انستاج على RATP. خب ماتیو 21 ساله دوره کارآموزی توی RATP گذرانده. کجا هست RATP؟ RATP ça veut dire le régie autonome de transport parisien. یعنی اداره حمل و نقل به خود مختار پاریس، یعنی در واقع دولتی نیست این اداره، مربوط به اداره حمل و نقل است. Étudiant en première année dans une école d'ingénieur. خب این ماتیو در دانشجوی سال اول مدرسه مهندسی هست. انجنیر. ماتیو جوج دیفرامان لو موند دو تراوای اپره ان موا دو استاج. خب میگه که ماتیو به طور متفاوتی دیفرامان دانز اون دیفرانت فاسون به طور متفاوت این دوره کارآموزیشو یا دنیای کار رو بعد از یک دوره کارآموزی، بعد از یک ماه کارآموزی توصیف میکنه یا قضاوت میکنه. Il envisage la suite de ses études avec optimisme. Envisager ça veut dire voir. یعنی در نظر گرفتن، دیدن. میگه که اون ادامه la suite de ses études، ادامه تحصیلاتش رو با خوشبینی میبینه یا در نظر میگیره. Optimisme خوشبینی، positivement. Curieux de découvrir d'autres secteurs d'activité avec le prochain stage. Curieux, il est curieux, یعنی اون کنجکاوه، de découvrir d'autres secteurs d'activité. از کشف سایر بخش های سکتور، سکسیون، بخش های دیگه این فعالیت ها. avec le prochain stage، با دوره های کارآموزی آینده. qui seront de plus en plus longs les deux prochaines années. که هرچه بیشتر و بیشتر در طول دو سال آینده طولانی خواهند بود. پس یعنی در واقع یه جوری همه این چهار نفر نسبت به این دوره های کارآموزی خوشبین بودن و براشون دوره های مفید بوده، توش کسب تجربه کردن و راه اونها رو برای تجربه حرفه‌ای آیندهشون باز کرد این دوره استاجی که باید میگذروندن. خب یک مطلب مهمی که ما در این درس داشتیم یه تعدادی کلمه بود که من روشون تاکید کردم. دیفرامان ستند ورب، به طور متفاوت. فسیلمان به طور راحت، به راحتی. پوزیتیومان به طور مثبت و بریامان به طور درخشان. تمام این کلمات ادورب هستند. در درس جلسه آینده
ما در مورد ادورب یا قید ها به طور مفصل و کامل صحبت خواهیم کرد. و اما در پایان دو تا تست دارید. با توجه به این متن، این آرتیکلی که خوندید، باید جواب درست رو انتخاب کنید. دوستان عزیزم، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که از این درس استفاده لازم رو کرده باشید. متن رو حتما چندین و چند بار بخونید، گوش کنید تا مهارت خواندنتون هم تقویت بشه. در این درس یک تعدادی لغت و اصطلاح داشتیم مربوط به شغل و کارآموزی و تحصیل که اونها رو در واقع دفینیسیون هاشون هم براتون گفتم. سعی کنید که کم کم از این به بعد ترجمه و معنی کلمات رو به همون زبان فرانسه یاد بگیرید تا اینجوری کلمات بیشتری به دایره لغاتتون اضافه بشه. و اما اون دو تا تمرین آخر درس رو هم حل کنید که مشخص بده که آیا متن رو کامل درک کردید یا نه. و لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستات معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.